سلام میکنم به همه دوستان و همراهان برنامه باب شو. من شاهین هستم و یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. اگر هنوز ما رو دنبال نمی کنید حتما ما رو این پایین سابسکرایب کنید و کارهای ما رو حتما دنبال کنید. ما برنامه های شاد و مهیجی از باب اسفنجی و دیگر کارتون های دیزنی و پیکسار در اختیارتون قرار میدیم. میریم به سراغ دومین برنامه از باب شو که در رابطه با شخصیت های خیلی قشنگ و مهیج این داستان است و با انواع روابطشون و دوستاشون با تون صحبت میکنیم. برای شروع میخوایم از شخصیت های بسیار خوب داستان مثل پاتریک شروع کنیم. من اینجا به عنوان یک برنامه مهیج یک عروسک پاتریک رو به عنوان لیمیتد ادیشن براتون تهیه کردم که با زره بسیار طلایی و زیبا میتونید اونو ببینید. پاتریک ستاره دریاییه که بهترین دوست و همسایه باب اسفنجیه. اون در زیر یک سنگ زندگی میکنه. پاتریک باهوشترین ستاره دریایی در اقیانوس نیست، هرچند که در کالج بوده و تحصیلات دانشگاهی داره، ولی ما هنوز مطمئن نیستیم که اون درسی خونده باشه. فعالیت‌های مورد علاقه پاتریک خوابیدن، شکار عروس دریایی به همراه باب اسفنجیه، چرت زدن، حباب بازی، وقت تلف کردن بیهوده و خوردن بستنیه. آخرین باری که ما چک کردیم پاتریک شغل و کار به خصوصی نداشته. به عنوان نزدیکترین رفیق باب اسفنجی پاتریک همیشه به اون مشاوره میداده و او رو به انجام کار مختلف تشویق میکرده که معمولا هر دو اونها به دردسر میافتادن. پاتریک همیشه بهترین دوست و وفادارترین دوست باب اسفنجی بوده. الان میریم به سراغ دیگر شخصیت داستان، اختاپوس. اختاپوس اخمو که تو اینجا میبینید به عنوان یک فیگر خیلی زیبا خودمحور و مغروره و تصور میکنه که خیلی با استعداده، در حالی که اون اصلا استعداد به خصوصی نداره و کاملا بی استعداد و حسود و کینه‌جوه و از شخصیت های به خصوص این قسمت است. اون به سرعت خشمگین میشه و همه چیز او را آزار میده. رستوران خرچنگ بد اخلاق اونو آزار میده، آقای خرچنگ اونو آزار میده و از همه مهمتر باب اسفنجی تقریبا 24 ساعت شبانه روز روی مغزمون راه میره. علاوه بر این که اون در کنار باب اسفنجی کار میکنه، همسایه کناری باب اسفنجی هم هست. اگر واقعیت این نبود که باب اسفنجی تنها کسیه که نوازنده کلارینت، رقص مدرن و توانایی‌های هنر او را دوست داره، اختاپوس با اون هیچ کاری نداشت. باب اسفنجی میدونه که در اعماق وجود اختاپوس جذابیت و یک قلب بسیار خوش رنگ وجود داره و دوست داره که اوقات خوبی رو با اون داشته باشه، ولی اختاپوس اینو نمیدونه. شخصیت دیگه داستان آقای خرچنگ است. آقای خرچنگ رئیس باب اسفنجی و مالک رستوران خرچنگ بلاخلاق است. هیچکس خسیستر و پول پرستر از آقای خرچنگ در دنیا نیست. چیزی که مورد علاقه ایست گفتن این که من پول رو دوست دارم. آقای خرچنگ هنوز از اولین پنی که به دست آورده تا آخرین پولی که گرفته تمام پس اندازش رو توی تشک خودش نگه میداره. آقای خرچنگ باب اسفنجی رو دوست داره چون تمایل داره برای ساعتهای زیادی که کار میکنه دستمزد بسیار ناچیزی رو اون بده و همچنین میتونه اونو تو پنجه‌های خودش بگیره و باهاش هر کاری میخواد بکنه. آقای خرچنگ مدام با شخصیتی دیگر داستان به اسم پلانکتون که مالک چام باکت رستوران کناری آقای خرچنگ هست برای داشتن فرمول همبرگر در حال رقابت هستن. با این حال هر دو به طور مخفیانه از این رقابت لذت میبرن. تنها چیزی که بیشتر از پول روی آقای خرچنگ کنترل بیشتری داره دختر جوان او به اسم پرل هستش که یک نهنگ است. شخصیت دیگری داستان پلانکتون. آقای خرچنگ رقیب شلدون پلانکتون میکروب کوچیکیه که با مشکل نگرش بسیار بزرگی همراهه. تنها هدف پلانکتون در زندگی دزدیدن فرمول مخفی همبرگر آقای خرچنگ است که بتونه مشتریای اونو بدزده و از آن خودش بکنه. پلانکتون میدونه که طرز تهیه غذا و منوی چامباکت خیلی وحشتناکه و به ندرت مشتری‌های خودش داشته، اما او یه شخصیت تنخو و زننده است، کسی که هیچ وقت در کارش تسلیم نمیشه. همدم پلانکتون یا همسر کامپیوتریش در طرح‌های دزدیدن و مخفیانه کمک کردن برای به دست آوردن فرمول به اون کمک میکنه،
اما نفس پلانکتون هیچ موقع اجازه نمیده که اون موفق بشه و این باعث میشه که ما برای اون همیشه تأسف بخوریم در برنامه ها. و الان میخوایم برسیم به گری که یک حیوان خونگی و حلزون با اسفنجی است. گری حلزون دریایی است که ممکنه خیلی سریع حرکت نکنه و هر جا میره ردی از خودش به جا بذاره و گاهی اوقات کثیف باشه، اما با اسفنجی اونو بهترین همدم و حیوان خانگی خودش میدونه. با اسفنجی شلوار مکعبی از اون سوال میپرسه و در مورد اون چه برای خودش مهمه ازش صحبت میکنه. گری توانایی صحبت کردن رو داره و اگرچه واژگانی که به کار میبره اکثرا صدای گربه است، ولی با اسفنجی دقیقا متوجه میشه که اون چی میگه و از اون مشاوره های خوبی میگیره. و حتی گری در جاهایی از اون درخواست غذا هم میکنه و با صدای گربه به اون پاسخ میده. شخصیت دیگه داستان، دوست و رفیق نزدیک باب اسفنجی، سندی است. سندی چیکس اهل ایالت بزرگ تگزاس آمریکاست و از اونجا به دنیا اومده و علت این که در سر خودش شیشه بزرگ اکسیژن داره به خاطر اینکه سندی از زمین به زیر آب اومده و در اونجا اختراعات شگفت انگیز خودش رو میسازه و آزمایش های جالبی رو انجام میده. سندی یک سنجاب بسیار باهوش و همچنین به ورزش، کاراته و گشت و گذار علاقه بسیار شدیدی داره. حتی علاقه شدیدی به کشور و شهر خودش تگزاس رو داره که در گوشه های از کارتون به اون اشاره شده و این هنوز دلیلی برای ترک خانه و دوستانش نیست. خب دوستان، یک گرد همایی از شخصیت های خوب باب اسفنجی رو داشتیم. گرچه ویدیو کوتاه بود ولی امیدوارم لذت برده باشین. در برنامه های بعدی ما رو حتما دنبال کنین، کارتون های بیشتری رو مورد مسابقه قرار میدیم. حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید و از دیدن برنامه های ما لذت ببرید. امیدوارم برنامه بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدارتون باشه.